ارتباط از ابراهیمی، میتونه به پورغلامی پاس بده، ترجیح میده به پژمان نوری توپ رو بسپاره، اون منطقه بازی رو عوض میکنه، جایی که رمضانی است، حساب در محوطه جریمه، یک ضربه سر خطرناک از حیدری و توپش از بالای دروازه به بیرون میره. پژمان نوری یک بار دیگه صاحب توپ، حرکت میکنه، میخواد راه بندازه رافقایی رو وارد محوطه جریمه به سمت دروازه و این ضربه از رافقایی، یه پاس بلند برای رافقایی، رمضانی رو خیلی خوب میبینه، یه پاس رو به جلو میتونه بده، آلوز به سمت دروازه و گل. آدریانو آلوز فرصت طلبی میکنه و دروازه تیم ابو مسلم رو باز میکنه. ملوان یک، ابو مسلم صفر. آدریانو آلوز چهارمین گل فصلش رو به ثمر میرسونه، حرکت میکنه، وارد محوطه جریمه هم میشه، با سراسیابی موقعیت هست برای رافقایی و توپی که از روی خط بیرون کشید سعید عبدالله پور. فیلیپ آلوز دستوزا میخواد توپ رو از خانی بگیره، خود سعید خانی یک پاس توده و ضربه شهرکی که خطرناک بود. ابراهیمی و دستوزا هم مقابل توپ هستن، ارسال به در محوطه جریمه، این ضربه سعید که زده میشه به سمت دروازه و گل. رجبزاده موفق میشه در 38مین دقیقه بازی رو به تساوی بکشونه. محمد حسن رجبزاده چقدر راحت گلزنی کرد برای تیم ابو مسلم خراسان. توپ ارسال میشه به درون محوطه جریمه و تقریبا توی 6 قدم و گل و گل. بله، گل برای تیم ملوان توسط آدیان آل. یک پاس بلند و بسیار خوب برای رافقایی، وارد محوطه جریمه هم میشه، اما اعتقادی به خطای پنالتی نداره آقای مومبینی. یک ضربه به سمت دروازه خطرناک هم زده شد از همین چهره بازیکن شماره 8 محمد حسن رجبزاده. کمتر از 5 دقیقه دیگه به پایان بازی زمان داریم. نتیجه همچنان 2-1 هست. نوستی پشت تو، ارسال به درون محوطه جریمه، یک ضربه سر و گل. سید جلال رافقایی بالاخره گل میزنه. ملوان 3 ابو مسلم 1. به منطقه راست، جایی که نوستی حضور داره، بازیکن پا به توپ ملوان، یه پاس عالی برای نوری به سمت دروازه و توپ رو غلامی گرفت. اگر توپ رو پای چپ پژمان بود به مراتب بهتر از اینها میتونست به توپ ضربه بزنه.